سلام دوستان، فرزاد هستم، دفیش کانال یوتیوب من. خوش اومدید. امروز اومدیم مجموعه ایران آکواریوم و کنار آقا بنیامین هستیم، مدیر داخلی این مجموعه، و در مورد آکواریوم آب شور می‌خوایم صحبت کنیم. آقا بنیامین یه سلام علیک کن. من حس فردوسی پور رو دارم امروز. آره اصلا یه نیم ساعتی هم با هم صحبت کردیم و من سلام هستم خدمت شما و فرزاد عزیز، ما در خدمتتون هستیم. خب بچه‌ها نگاه کنید، ما طبق روالی که با هم صحبت کردیم، آکواریوم آب شور، خب خیلی اطلاع در موردش به صورت اطلاعات درست کمه به نظرم. یعنی آدمایی هستن که اطلاعات دارن، ولی اینکه اطلاعات بخواد پخش شده باشه یا در اختیار همه باشه، بگم اونقدر نیستش تو آب شور. آره میدونیم دیتا خیلی زیاد راجبش هست، ولی بهتر بخوام بگم دیتا فارسی درست حسابی واقعا کم. خب پس ما اولین دیتا فارسی درست حسابی یوتیوب. خب بچه من چرا اومدم ایران آکواریوم؟ دلیلی که خب ناگهان وقتی میخواد در مورد یه موضوعی به نظر من، حالا این نظر شخصی من، حالا بعضی شاید گارد بگیرن، کاری به ندارم. خب من به کسی که متصل نیستم برای خودم انجام میدم دیگه، و خود منم درخواست کردم ازشون که بیام، میام اون سورسی یا اون مثلا اون مجموعه‌ای که به عنوان حالا سورس میشناسنش و خیلی باش در ارتباطم، خیلی قبولش میکنن، خب من انتخاب کردم و به نظرم ایران آکواریوم بهترین انتخاب هستش. و آقا یا تو صورت کلی یا آکواریوم آب شور، الان فکر کنم مثلا من یا آکواریوم آب شور میخوام راه بندازم، از اینکه آکواریوم آب شور به نظر شما از چه لیتراژی به نظر شروع شه درسته، و مردم آیا مثلا در مقابله با پلنت هزینه هاش به چه صورت هستش، و حالا این موردها رو فعلا کم کم با هم جواب بدیم، بریم جلو تا برسیم به راه اندازی و چه چیزایی که یا آکواریوم آب شور کامل نیاز داره. میدونی اولین آیتم خیلی مهم اینه که تو بدونی میخوای چی نگهداری کنی. خب آب شور اصلا یه مفهوم خیلی بازیه. تو میخوای ماهی نگهداری کنی، مرجان میخوای نگهداری کنی، یا ماهی میخوای با مرجان نگهداری کنی. درست. این موضوع اول. موضوع دوم، اگه میخوای مرجان نگهداری کنی چه گونه هایی رو میخوای نگهداری کنی. خب انقدر پیچیدگی نداره ها، ولی یه سری حداقلا رو من باید تصمیم بگیرم. یعنی باید یه مشورت بگیری که آقا من میخوام چه آکواریومی داشته. الان ما اینو تو آب شیرین هم داریم، ولی انجام نمیدن. یعنی آکواریوم چون یعنی یعنی یه چارچوب، آقا من میخوام اینو داشته، یعنی یه نمونه اینو میخوام، حالا برای این چی میاد، چه نیاز داریم. ببین الان اینی که اینجا داریم میبینی، اختصاصا بخوایم راجع به این حرف بزنیم، این یه آکواریومیه با تجهیزات کامل. یعنی چی؟ یعنی چه من بخوام ماهی توی این نگهداری کنم، چه هر گونه مرجانی میتونم توش نگهداری کنم. این مثلا یه آکواریوم حدودا 500 لیتریه، یکی از پرفروشترین های ماست. چرا؟ چون همه جا خونه ها معمولا این سایزی رو دوست دارن میذارن. این چقدر سایزش؟ این طول تانکش 120، آکواریومش 120 سانته. 120 ارزش هم زیاد بود. ارزش از این جزیره ایاست. ما سه مدل آکواریوم داریم، اینا جزیره ایه، یعنی میذارن بین یه جا به صورت جزیره، دورش میتونی دوتا طول داره. بعد اینکه ابتدای تصمیم گیری، یعنی آقا اول من چقدر جا دارم، جام چقدر تو خونه، دوم میخوام چی نگهداری کنم. من پیشنهادم همیشه برای بچه‌ها اینه که یه آکواریوم با تجهیزات مناسب تهیه بکنید برای نگهداری ماهی. خب فرق ما بین ماهی و مرجان چیه؟ تقریبا فقط نوره. خب رو نور بیاین 5-6 ماه دیگه، یه سال دیگه تصمیم گیری کنید. یعنی با ماهی شروع کنن؟ آره با ماهی شروع کنیم، با خیلی نورای ساده تری هم که تو بازار در دسترس میشه نگهداریش کرد. اگه اوکی بودی اصلا کلن با آکواریومه، با رسیدگی به این ماهی ها، بعد میریم سراغ مرجان ها. آره این یعنی ابتدای داستان. حالا تو تصمیم تو الان گرفتی. حالا قبل اینکه وارد تصمیم بشیم، مینیمم سایزی که ما میتونیم انتخاب کنیم برای آکواریوم آب شور، چون خیلی روی این موضوع بحث. الان من دیدم مثلا توی یوتیوب که زیاد الان کسایی هستن که تونگای آب شور دیگه دارن. خب ولی اینا یه سری چیزا رو نشون نمیدن دیگه. آبی که از کجا، آب مخزن دپوهاشون کجاست، نمیدونم چه تستایی میزنن، اسپانسرهاشون که نورای مخصوص داره، همه اینا که هستش. مینیمم آکواریوم شوری که ما بخوایم اجرا کنیم چه اندازه باشه؟ ما راستش یه دوربینمون بده. ببین تو وقتی راجع به
مینیمم سایز میای صحبت میکنی، اصلا راجب آکواریوم میای صحبت میکنی، یه چیز بلند مدت رو باید در نظر بگیری. یعنی من یه سری موجودات زنده‌ای دارم که میخوام 5 سال اینا رو نگه دارم، نه اینکه 2 روز دیگه بیفتن بمیرن. آکواریومی داریم مثل همون تونگایی که دیدی با یه سری رسیدگی های خاص و زمانبر میتونی نگهش داری، ولی فقط درد سره. مینیمم ابعادی که به صورت استاندارد تو بتونی تجهیزات مناسب آکواریوم مرجانی رو توش قرار بدی، از برند ایران آکواریوم 60-50-50 طول 60 عرض 50 150 لیتر. چرا؟ چون سامپ میره زیرش، چون سامپ زیرش قرار میگیره و تو سامپ تو میتونی همه تجهیزات رو بذاری دیگه. تجهیزات اصلا ببین تو استانداردهای جهانی مثلا قاب مهدابی کوچیکتر از 60 که نداریم، نداریم مهدابی T5 نداریم. پس این داره میگه آقا این استاندارد کوچیکترین 60ه، 24 وات هم حالا این تو فقط بحث مهدابی 60-50-50 به نظر من استارتش، یعنی میشه یه آکواریومه اصلا یه حجمی هم سامپش میگه بودن همون 150 لیتری دیگه حداقل. آره دیگه تا اینکه که میتونیم 120-150 لیتر آکواریوم آبشو. آره. خب حالا چه تجهیزاتی نکن چیزایی که حالا به صورت کلی شاید بدونن، یه اسکیمر رو همه تقریبا میدونن که اسکیمر. آره. اسکیمر آبشو با آبشینی خیلی فرق داره. اسکیمر آبشو اسکیمر پروتئینه، یه اسکیمر نیاز داره. آره. عرضم به خدمتتون که چیزایی که من دیدم یه دونه حالا بحث حالا موج ساز که جریان آب خوبی داشته باشه. آره. من تو یه سری آکواریوم دیدم مثلا میان موج سازا رو مثلا یه وسیله‌ای واسه می‌کردن موج سازا با هم دیگه تناوبی کار میکردن، یا مثلا یه موج ساز. آره خیلی چیز عجیبه، من علتش هم نمیدونستم حقیقتا. یا مثلا یه چیلر بعضی آکواریوم آب شور دیدم استفاده میکنن، حالا تو سامپش یه سری ریاکتورهای مختلف هست. اینا هم یه توضیح کلی بدی بچه‌ها بدونن. سوال رو واقعا نمیشه اینطوری جوابش داد، باید ببینیم یه ذره بریم. نه یه کوچولو باید بیایم از عقب‌تر. تو آکواریوم آب شور داری از آب نگهداری میکنی، از این آب. تعریف نگهداری تو از این آب چیه؟ مواد عالی محلول در آب، سمای آب، آب. درسته. چیزی که برای ماهی ها و مرجان های ما مضره، میکشتشون. اینا رو حذف کنی، تو میخوای اینا رو یه حذف کنی. حالا دیگه 1001 روش داره که ما بیاییم چجوری اینا رو حذف کنیم. بعد از این میتونیم بریم حالا چه دستگاه هایی داریم استفاده میکنیم. اسکیمر قطعا یکیشه، اضافه کردن باکتری خیلی توش مهمه. درسته. نگهداری باکتری ها و سورس کربن خیلی مهمه. اینا میدونی اینا دیگه اون ستونای اولیه است، اینا رو هیچ کاریش نمیشه که اینا باید باشه. باید باشه. بعد تو بحث شیمی آب رسوندن یه سری آنزیما بسیار مهمه. مثلا چه آنزیمایی؟ ببین یه سری آنزیمای مبدلن تو دریا، اینا چند سال کشف شدن. میان مواد عالی رو تبدیل میکنن به حالتی در میارن که هم باکتری ها میتونن بیان باند اونا رو بشکونن یا بیان تبدیلشون کنن. میتونی تو چرخ نیتروژنی حالا یه مفصل راجبش با هم حرف بزنیم. مواد عالی میاد چرخ نیتروژنش که با آره نیتروژن آره خب این آنزیما الان اومده تو مارکت میفروشن اینا رو تو برندهای مختلف. حالا این آیتمیه که باید مد نظر باشه. جریان آب بسیار مهمه. سواله که پرسیدی موج جریان تو سواحل یا به اصطلاح شلو ریف جایی که این مرجان زندگی میکنن یه جریان بالاییه، تو فصلهای مختلف این جریان هم متفاوت میشه. درست. موج سازا بر اساس اون دارن کار میکنن. حالا دیگه با هم سینک میشن، اون پترنای ایجاد جریانشون رو عوض میکنن. این هم از آیتم بعدی که نوره، یکی از مهمترین آیتماته، چون نوری رو باید داشته باشه که عین نور خورشید باشه، یعنی پار داشته باشه. گشه فقط بحث پار ما اینجا نیست، نور استادیوم آزادی همه اینا پارش میشه. بحث اینه که طیف مورد نیاز اینا که توسط نور خورشید داره ایجاد میشه رو این بیاد ایجاد بکنه. یه دستگاه پارمتر هست، نورای جوندار رو دیدی که دیگه. آره. تست میکنن پارا رو میزنن و نور تو بحث ریف و اینا خیلی مهمه. تو بحث مرکزی تو ماهی خیلی که... مهمه. یه پمپ مرکزی داری تو سام. درست. آب بالا میریزه پایین، آب بده بالا دیگه. بعد دیگه بعضی دستگاه یووی میذارن خیلی مؤثره. خب یه بار حتما راجعش حرف بزنیم. و
بعد دیگه ارزم به حضور تو اینا بیسیک هاست. بعد حالا این حالا روال آکوارم آبشور که حالا مثلا یه آب نمک که درست میکنن و شروع میکنن آکواریوم شروع میکنن راه اندازی کردن، باکتری رو اضافه میکنن، یه بودن سیکل آبشور خیلی طول میکشه نسبت به آبشورین، فکر کنم نسبت به اون بستگی داره، چون آبشورین ما مورد داشتیم مثلا امروز آکواریوم راه انداخی فردا ماهی میریز، ولی تو شور چنین چیزی نکنم. ببین به خاطر پیچیدگی استقرار باکتریا برای به وجود آوردن چرخه ازو، چرخه نیتروژن تو آبشور، تو یه مقدار بیشتر باید زمان بهش بدی. درست. و این رو تست کنی که مطمئن بشی آقا من سطح نیترات و سطح فسفاتم که سموم اصلی منه اینها هم صفر شده. درست. یه اشتباه کامن که بچه ها میکنن تو آبشور همیشه سنگ میذارن دیگه. آره. حالا یه لایو راک میذارن یا دد راک. این که میاد تو آکواریوم قرار میگیره یه حجم زیادی مواد آلی رو پس میده تو آب و سیستم به هم میریزه، عجله میکنن دیگه، بعد میخوان خیلی سریع ماهی اضافه کنن، صبوری نمیشه. یعنی مهمترین چیزش به نظر شما مورد داشتیم واقعا صبوری تو شور خیلی مهمه. صبوری بعد میدونی یه بحث هوشمندیه، مثلا ددراک اگر میذاری یه سری راه ها داره، میتونی بشوریش، میتونی یه سری کارهایی رو بکنی که اون مواد عادی رو که میخواد پس بده دیگه پس نده، پس نده دیگه. بعد حالا یه مورد دیگه که مثلا خیلی چیز 100% بچه‌ها میپرسن، خب بحث هزینه هاش هستش. خب ما مبنامون رو قرار میدیم بر اساس همون 60-50-50 که ایران آکواریوم گفتش که این حداقل هستش. خب الان یه آکواریوم 60-50-50 شور، خب نمیگیم ریف، یه 60 رو میدونم اون ریف هم خودش داستان داره، یه 60-50-50 شور یه نفر بخواد اجرا کنه و داشته باشه تو خونه‌اش فیش، فقط اونلی فیش، حالا اگه طرف دیگه خاص، یعنی بحث اینه که وارد آبشور بشه، حالا کم کم میاد حالا مثلا چیزای دیگه اضافه میکنه، حدودا چقدر هزینه برمی‌داره برای این نفر؟ یه چیز استاندارد هزینه راه اندازی چرا میشه یا چقدر تو ماه واسش هزینه؟ نه هزینه راه اندازی، هزینه راه اندازی معمولا هزینه تو ماهش فکر نکنم، اون کسی که آبشور داره که اونو باید دیگه اون چیز خاص دیگه نیستش، یه محلول میگیری چند وقت داره؟ آره دیگه یه محلول. ولی ببین هزینه راه اندازیش یا آکواریوم استاندارد 60-50-50 تقریبا به قیمتی که میگی، حالا قیمتی که حدود داره میگی چیزی مثلا اینطور نه، چون دیدی الان میری مجموعه ها یکی میگه آقا برای اینکه از اون سرشه نور و دستاز بذاره اینو اونو آره. بذاره خب نه اینطوری نه، یعنی این کارا نه. آقا ببین یه مسئله اینجا یه مجموعه 15-20 ساله بوده، حالا یا قدیمی تر یا چیزتر، انقدر برندا همه اومدن تفکیک شدن، چیزی اینجا نیست من بخوام اونجوری بهت بدم. درسته. دیگه ساده ترینش هم استاندارد لازم رو داره. نه اینو برای بچه ها دارم میگم، یعنی ما این چیزی که دارم یه چیز درست حسابیه. حرف درسته، ولی از یه چیزی هول و هوش 80 میلیون تومان در نظر بگیر تا مثلا 120 میلیون. دیگه فول فولش به یه سری آیتماس رو نور خیلی میشه اتفاق. نور خیلی دیگه. آره اینو. نور تفاوت ما دیگه. یه نور دیدیم 100 نه 50 اسم خوبی هم داشت، رادئون. این رادئون خیلی 50 خوبی پولش ما نمایندگی رادئون هستیم تو ایران. ولی ما هر چی اینجا داریم میبینیم نمایندگی شما شده شما. آره نمایندگیش میم. اون ببین اون پرفروشترین پنل تو دنیا خیلی خفن بود. خیلی خوبه. قیمتش هم یه قیمت جهانی داره دیگه، همون دیگه پولش 1000 دلار ایناست. ولی خب یه تانک 100 سانتی و این الان دو تا خودش رادئون شو حالا بالاش معلومه، ولی این الان خودش دوتا رادیون نسل 6 جدیدترین نسلشه و من دیدم رد و برق. این رد و برق برای چیه؟ رد و برق ببین اونا خیلی استفاده نمیشه مرجانا، یه بار در سال تخریزی میکنن تو دریا. آها. یکی از اون تریگر پوینت ها، یعنی اون لحظاتی که اینا اصلا شروع میکنن حساس میشن که یه سری رد و برقه، رد و برق میزنن. این ببین دیگه فکر همه چی رو کرده دیگه. آره این واسه یه سری مواقع خیلی خاصه که میگم خیلی تو آکواریوم مورد استفاده قرار نمیگیره. کیفیت این نور تو رشد مرجانا، تو حجم آبگیریشون اونا خیلی مهمه، چون اینا میدونی یه مجموعه تحقیقاتی هستن، اصلا خودشون فروشنده نور فروشی نیستن که یه مجموعه تحقیقاتی هستن. اندازه ما اینجا آکواریوم فکر کن تمام چیزاشون رو مرد من لامصب اینا رویاهام یک توی اینا حال میده اینجا اسم میگه آرتیکل میدن بیرون آقا مثلا ما یه مودمون مثلا
SPS-AB مثبت. همه بچه هایی که اینو دارن از قدیم الایام میدونن. آقا این مودمون اومدیم با متال مقایسهش کردیم، با نور T5 مقایسهش کردیم، مال ما اینجوریه. زیر اونا رشد میدن مرجانا رو، بزرگ میکنن، میزانی که به اصطلاح اسکلت سازی کردن و وزن. اینا الان گفتی من یه خاطره باید تعریف کنم. خاطرهش ما یه بنده، حالا اسمه بنده خدا، یه بار زنگ زد مجموعه ما که یه محصولی رو بفروشه. بعد من گفتم که این مثلا این محصول خب چه مزیت رقابتی داره؟ گفتش که محصول من با سیچم یکیه. گفتم خب یعنی چه با سیچم؟ گفت با سیچم بهتر حتی. بعد من یه ذره پشت تلفن گفتم که سیچم این همه لابراتوار داره، این همه آدم دارن تحقیق میکنن، آمریکاست. خب محصول تو یکی برداشته بود از آزمایشگاه، مثلا یارو گفت خب این مثلا این فرمول شیمیاییشه. اونم یه فرمول شیمیایی که مثلا حالا تو آهن مثلا ادتا و اینجور داستانه عجیب غریب داره. خب بعد اصلا یه چی داستانه، بعد محصول رو استفاده میکردی مثلا مثل پراید و پرادو مثالش باشه چنین حالتی بودش. خب حالا یه سوال دیگه که باش بس درسته نیست که حالا مثل گفته ما مثل سیکم داریم، اونم کار خیلی عجیب غریبی نمی کنه، ولی میدونی واقعیت اینه خیلی اینا تمرکز به خرج میدن، یعنی واقعا یه علاقهی به خرج میدن. تو هر یه کالاش میبینی سیکمو. به این مثال میگم، مثلا یود انقدر اینا برنامه ریزی کردن چی بیاد داخل اون قرار بگیره، چه جوری قرار بگیره، رو مرجانا انقدر کار کردن که خب متأسفانه تو ایران خیلی نمیشه دیگه. انشالله امیدواریم اینجا یه مهمون دوست ندارم دستش رو زنیم، چون تو همه یه فیلم ها حضور داره، این باید باشه دیگه، الان دوست نداره باشه بود. خب مورد دیگه که حالا اینو بگیم و بازم من میگم بچه‌ها سوالایی که دارن حتما کامنت کنن که در موردشون اونا رو ویدیو بگیریم، تخصص در موردشون صحبت کنیم. الان یه موردی که هستش تو بحث ماهیای هستن، ماهیایی که تو آب شور هستن. خب یه بحثی هست همونجوری که گفتی باید انتخاب کنی که نه نه تو بحث ماهیایی که تو آبشون هستن، یه چیزی که من خیلی متوجه شدم، شما گفتید مثلا طرف باید اول آکوان آبشوش رو اندازی کنه، بعد حالا بعدا تصمیم بگیری که مثلا مرجان بریزی یا نه. این بحث شاید برای خیلی سوال باشم، یعنی یه سری ماهی ها ریف سیف هن، یه سری ماهی ها مثلا ریف سیف نیستن، اینو یه توضیح کلی بدی که مثلا بچه اساس اینو انتخاب میکنن که چه ماهی های ریف سیف، چه خانواده های بیشتر ریف سیف هن و ریف سیف مثلا یعنی چی، که من دیدم چند تا بچه پرسیده بودن. شاید خیلی ساده بیاد ولی خیلی مهمیه که تو ایران نمیدونم چجوری از ابتدا غلط جا افتاده. ریف به معنای یه تپه مرجانیه، کورال ریف، یعنی تو ایران ریف به یه دونه مرجان رو بچه ها برمونه بهش میگن ریف، به اونا میگن فکر کنم میگن کورال، کورال میگن مرجان. آها. کورال ریف میگه میشه تپه مرجان. ریف های مختلف داریم، ریفی داریم که کورال ریف نیست، مثلا یه سری صخره ان و اینا، حالا اون یه مبحث دیگه است. بس این از این داستان. ببین وقت ماهیا چند هستن، یه سریشون مرجانا غذاشونن، مثل خانواده پرمان ماهیان، مثلا چای تادونا. خب اصلا اینا با مرجان بزرگ میشن، اینا کاملا غیر ریف سیفن، ریف سیف نیستن، مرجان رو میخورن، میخورن مثلا با مرجان بزرگ میشه، خلیپای مرجانا رو، خلیپای اینا رو میخورن، اینا غذاشون. یه سری ماهی ها هستن نگهداریشون با احتیاطه، نه ریف سیفن نه غیر ریف سیفن، مثل فرشته ماهی ها. یعنی چی؟ یعنی ماهی هایی هستن که رفتار و خلق و خوشون تغییر میکنه، یعنی اگه تو آکواریوم بهشون غذا بدی مثل این فرشته ها که اینجا دیدیم بهتون نشون دادن، با عادتشون، یعنی تربیت داره، نمیره دیگه، سو خیلی کم میشه. یه سری ماهی ها اصلا ریف سیفن، یعنی اصلا هیچ کاری با مرجانا ندارن. خب یه سری ماهی ها هم هستن بهشون میگن ریف سیف نیستن ولی با مرجانا کاری ندارن، مثل خانواده ماشه ماهی ها، مثل شاهین ماهیان. اینا چیکار میکنن؟ اینا میرن میگوها رو میخورن، حلزونا رو میخورن و واقعا ریف سیف نیستن، یه اکوسیستم ممکنه به هم بریزن ولی با مرجان کاری ندارن، کورال سیفن، چون قابلیتش هم دارن عبه این ببرن. آره اون ماشه ماهی که اونجا تعریفش کردی، آره اون ببین مثلا ممکنه میگوها رو بزنه، ممکنه،
بعد این به همین بحث کارنیوور و گوشخوار و همه چیز خوار و کاملا گیاهخوار اینا هم توی شور داره میگه درسته؟ اونجوری نمیشه گفت میدونی بیشتر همه چیز خوارم تو آب شیرین هم ببینی یه چی میگن کاتگوری از سطحیه یه ذره توشوری داره همه ماهیای آب شیرین اکثر همه چیز خوارن میدونی بحث اینه توش بریم ببینیم دقیقاً چه آیتمی رو میخورن. بعد حالا توی آب شیرین ما یه موضوعیم یه سری ماهی اصلا نه تنها اونلی فیشن پتن اصلا یعنی یه ماهیه که به معنی تک پت نگهداری میشه مثالش مثلا هیبریدای فلاور هورن نمیدونم سری چانه ها یه سری ماهی اینطوری خب توی شور هم چنین مدل سبک آکواریوم انجام میدن که اصلا بیان مثلا فقط یه ماهی رو پت کنن مثلا یه آکواریوم ببین یه سری ماهی های قابلیت رو دارن مثلا خانواده مورایا مار ماهی خیلی هم خفنن اینا اصلا عادت میکنن میان تو دست در دست غذا میخورن ولی آب شور اینقدر تنوع این چیزای زیاده همه رو مجبور میکنه تو دوست داری همه رو بخری آره یه مار خریدی بعد دیگه میره تو مخت ای مثلا ماهی دیگه میبینی مثلا این والا دقیقاً دو سه تا ماهی من دقیقاً زیاد مثلا اینجا نداشته تو مجموعه بچا یکی همه خانواده مورا که الان گفتی که هم یه سری این پافرا اینا به خاطر فصلیه مثلا نه کلا نه یکی الان که ما یا علاقه بهشون نیست یا مثلا نه ما الان که داریم با هم صحبت میکنیم الان خردادیم جدیدمون که مثلا بیاد اون موقع میبینی همه اینا هستن چند مدل همیشه مورای میاد مثلا من امروز دوست داشتم این چیزا اسم خوبی داشت بدفیش چی بود؟ بدفیش پیناتوس اصلا پیناتوس اون اصلا خیلی زیباست اون هم مثل یه پست هم تو اینستاگرامتون گذاشته بودم میلیونی خورده شده آره آره نزدیک بالا یه میلیون آره پفاش پیناتوس فوق‌العاده زیباست و اینا هم که ما داریم میاریم توی کپتیویتی بزرگ شدن آه یعنی وایلد کات نیستن یعنی نه تو کپتیویتی بزرگ شدن و با غذایی که آدم ها بهشون دادن آره جالبه خب بچه هم اگه ما تا اینجا ویدیو رفتیم اگه موضوع خاصی در مورد آب شور هست ما الان اینو کلی حالا گیرش رو بورم فعلا داریم اگه موضوع خاصی هستش که دوست داریم در مورد اون موضوع صورت تخصصی صحبت کنیم حالا نمیدونم یه سری مرجانای خاصی یه سری ماهی های خاصی اینو حتما برامون توی کانال یوتیوبمون کامنت بذارین و بر اساس همون کامنت ها کامنتی که بیشترین تکرار رو داشته باشه در مورد همون دوباره ویدیو میسازیم آبا یه دمت هم میگم بابت اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادیم و خیلی چی میگن چی میگن جنروس فارسی چی میشه دست و دل بازانه اطلاع یه موقعی یه جایی میدونیم پرحرفی میشه ولی انقدر کانسپت بازه یه جاهای نیازه ببین الان اصلا این موضوع رو من نمیتونم جمعش کنم که مثلا یه جا شروع کنیم به یه جا خط بشه انقدر این ورون ورون بشه الان من یه عالمه چیز دیگه میخواستم بپرسم انقدر این ورون ور شدیم طبیعی هم هست نه لذت میبریم مبحثی که یه جایش میدونی غلط بره جلو بالاخره جون اینا حالا انشالله یه فرهنگ سازی خوب میکنم که بتونیم در مورد این آکواریوم آب شور بتونیم اطلاعات خیلی خوبی رو به دست بیاریم واقعا ارزشمنده دیگه که کسی میاد اطلاعاتش رو اینطوری در اختیار بقیه قرار میده اگه صحبتی هستش من در خدمتتونم ممنون از شما خب بچه‌ها دم شما گرم لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه فرض اسنده پیش که ببرم یا آدم شما گرم